درود بر شما، بامداد نکو باشه. بامداد سه‌شنبه 28 شهریور 19 سپتامبرتون به نیکی. بنده احورانیازی هستم، با افتخارم اپیزود دیگری از خبر امروز رو براتون خوانش میکنم. داشتم اطلاعات مربوط به 28 شهریور رو میخوندم، متوجه شدم در تاریخ 1374 28 شهریور یک هواپیما ربایی انجام میشه از مسیر هوایی کیش ایر. ماجراش ماجرای جالبی، براتون به صورت خلاصه میخونمش. سه‌شنبه 28 شهریور 1374 فرودگاه مهرآباد تهران، هواپیمایی با شماره 707 به مقصد جزیره کیش پرواز میکنه. وسط مسیر هواپیما ربوده میشه و در نهایت در خاک اسرائیل فرود میاد. ماجراش جالبه بدونید. شخصی که هواپیما ربایی کرده فردی 36 ساله بوده به نام رضا جابری و تبعه ایران بوده. نوع هواپیما هم بوئینگ 707 بوده. این بنده خدا ابتدا میخواسته اروپا بشینه هواپیماش و قصدش کلن از این ماجرا هیچ جریان سیاسی نبوده. صرفاً میخواسته اقامت اروپا بگیره و فرار کنه از ایران. میخواد ابتدا تو فرودگاه زهران عربستان سعودی فرود بیاد، نذاشتن. بعدش میخواسته اردن فرود بیاد، نذاشتن. و دیگه مجبور میشه در اسرائیل فرود بیاد. چطوری تو اسرائیل فرود میاد؟ پادشاه وقت اردن به اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل پیام میده، میگه آقا یه هواپیمای این شکلی تو هوا سرگردونه، این داره سوخت تموم میکنه ها، تارگت بعدیش بیشک شما این، ما پیشنهاد به شما میکنیم که حالا خودتون میدونیم، ولی این وضعیتش خطرناکه، احتمال سقوطش هست. اونا هم با اجازه نمیدن تو فرودگاه مرسوم خودشون فرود بیاد، با راهنمایی و همراهی یک جنگنده اسرائیلی توی یک پایگاه نظامی فرود میاد. سرنوشت رباینده این شکلی میشه که به سبب جرمهایی مثل هواپیما ربایی و ورود اسلحه گرم و ورود غیرقانونی به اسرائیل 8 سال به زندان محکوم میشه. بعد از 8 سال بهش اقامت میدن، بعدش درخواست پناهندگی میکنه، دینش رو عوض میکنه، از اسلام به یهودیت میره و خلاصه 2 روز مسافرای ایرانی توی اون خاک بودن و بعد از 2 روز برگشتن ایران. دولت ایرانم میگه که چیزه، شما نقشه داشتین و کارتون سیاسی بود و محکومتون میکنیم و فلان و بیسان و بهمان. رضا جابری هم یه خبری راجبش اومده بوده که روزی در مرز ایران ترکیه به عنوان جاسوس دستگیر میشه، اما گویا ایشون اوشون نبوده. این از این ماجرا، بریم سراغ بخش در چنین روزی. اونایی که یاهو باز بودن از قدیم این علامت رو میشناسن. این اسمش ایموجی نیست، اسم این ایموتیکونه، از ایموشن میاد، ولی آیکان هم بهش اضافه شده. دقیقاً در چنین روزی 19 سپتامبر 1982 برای اولین بار اموتی آیکون استفاده شد توسط یک پروفسوری به نام اسکات فاهلمن و توی یک ایمیلی اولین بار این اموتی آیکون استفاده میکنه و بعدن ها تبدیل به اموجی و بعدن ها این امروز اینقدر پیشرفت میکنه در چت ها. بازی دروغ‌های پی در گیم پاس و استیم یک روز زودتر در دسترس قرار گرفت. Lies of P در واقع زندگی یا برداشت سیاهی از ماجرای پینوکیو هستش که شما در کجا پا تو کفش پینوکیو می‌کنید، همون عروسک ساخته شده یا پاپت ساخته شده دست پدر ژپتو، و در شهر گرفتار شده کرات به بازی می‌پردازید و شما از لابلای یک تارنکبوتی از دروغ‌ها و رازها با پاپت‌های مرگبار مبارزه می‌کنید. این بازی نسخه دلوکسش از 15 سپتامبر 4 روز پیش عرضه شده. خبر البته واسه 18 سپتامبر دیروز و امروز 19 سپتامبر نسخه استیم نسخه PS5ش هم عرضه شده. Lives of P اگه دوست داشتید میتونید دانلود کنید بازی کنید. خبر رو یه جور دیگه براتون میخونم. عنوان خبر این هستش که الان وقت دیگه کشتن تمام، از بین بردن تمام اشتراکاتون هستش. یه وضعیتی در دنیا شده که البته به نظر من گردآورنده این ماجرا اپل بوده، مثل همیشه نوآور بوده تو صنعت تکنولوژی، این دفعه در صنعت درآمدزایی. اپل استاد پول گرفتن بابت خرید اشتراکه. یه تعدادی محصول به شما معرفی میکنه و بابت استفاده ازشون ازتون پول میگیره.
بعد الان این روزه این شکلی شده که هر چی شما میخواید پیش برین شما باید اشتراکش رو بخرید. مثلا خودرو BMW اخیراً بابت گرمکن صندلیش از شما اشتراک میخواد. شما اشتراک بخری گرمکن صندلیش کار میکنه، که خیلی هم شکایت‌های زیادی رو به بالا آورده. در کنار اون دیگر شبکه ها هم هست. مثلا طرف میگه من میخوام سی آف استارز رو دنبال بکنم بعد پلیستیشن پلاس داشته باشم، استارفیلد رو دنبال بکنم بعد گیم پاس داشته باشم، آشوکا رو دنبال کنم دیزنی پلاس بعد داشته باشم، لاست آف آس رو دنبال کنم بعد اشتراک HBO Max رو داشته باشم. و این روزا مردم انقدر سرشون شلوغه که کمتر کسی پیش میاد نسبت به اشتراکی که میخره 100% رضایت رو داشته باشید، که از 100% وقتش استفاده کنه و از اون اشتراک لذت ببره. همه اشتراک رو میخرن برای مثلا 2 اپیزود در ماه، 4 اپیزود در ماه. نمیگم کنسل بکنید اشتراکاتون رو، ولی در جریان باشید کلن دنیا داره سمت این قضیه میره که با اشتراک کمپانی ها پول هنگفت خودشون رو در میارن. فکر کن طرف مثلا 100,000 تا کاربر داره، به اینا ماهانه مثلا $30 اشتراک میفروشه، یه رقم $3 میلیون سنگین در ماه میشه. مایکروسافت بالاخره برای اپلیکیشن پینتش لایه بندی رو اضافه کرد و ساخت لایه های شفاف یا ترانسپرنسی. 38 سال از لانچ اپلیکیشن پینت میگذره و امروزه دیگه به این قابلیت دسترسی پیدا کرده. یعنی برای خیلی از کارهای ساده ما میرفتیم سراغ فتوشاپ، ولی الان با پینت کارمون انجام میشه. شایع هست که نسل 5 کارت گرافیک های جی فورس 1.7 برابر سرعت بیشتری نسبت به نسل 4 دارن. انویدیا RTX 5090 1.7 سریع تر از RTX 4090. البته ما که پولشو نداریم بخریم، نیازم نداریم، ولی خب خیلی گرونه. هم بنیانگذار گوگل دیپ مایند گفته که نسل جدید هوش مصنوعی قابلیت انجام دادن وظایفی برای شما داره. ایشون میگه که هوش مصنوعی مولد یه فاز کوچولوئه، در صورتی که چیزی که در آینده اتفاق میفته هوش مصنوعی فعاله، مرتبطه. هوش مصنوعی اینتراکتیو دیگه، نمیدونم اینتراکتیو به فارسی چی میشه. اینو گفته هم بنیانگذار گوگل دیپ مایند هست، آقای مصطفی سلیمان. ایشون همچنین میگن که این روزهایی که ما داریم سپری میکنیم روزهای بسیار بسیار مهمی در تاریخ فناوری و تکنولوژی هست که خیلی از افراد اون روز دست کم میگیرن. سلیمان همچنین پیشتر پیشبینی کرده بود که همه آدم ها تا 5 سال آینده همشون دستیار هوشمند هوش مصنوعی خواهند داشت. نسل جدید بازی Elder Scrolls نسخه 6 بیشک تا ابتدای سال 2026 عرضه نخواهد شد، یعنی 1 سال و چند ماه دیگه. دیروز گفتیم WatchOS 10 و iOS 17 قرار عرضه بشه. چرا اشتباه میگی؟ تو WatchOS 10 رو نگفتی. دیروز گفتیم که iOS 17 قرار عرضه بشه، همزمان باهاش WatchOS 10 هم اضافه شده. WatchOS 10 تمرکزش بر روی ویجت هاست و رابط کاربری ویجت ها به علاوه واچ فیس های جدید. شما الان میتونید برای اپل واچتون برید دانلود کنید، به علاوه اینی که برای آیفونتون هم iOS 17 رو میتونید دانلود بکنید. اینکه چه امکاناتی داره پیشتر کامل شرح دادیم، ویدیوهاش هم پابلش شده. عکس‌های لو رفته از پیکسل واچ 2 نشون میده که بندهای جدیدی تو این ساعت به کار رفته. این بندی هم که دارید مشاهده میکنید یکی از همون بند جدیداست. اینم اون یکی عکس لو رفتهشه. ساعت کلاسیک و ساده‌ایه. به نظر من خوشگل‌تر از گلکسی واچ هست. ایپاد پرو های نسل 2 با درگاه شارژ USB-C هیچ فرقی با قبلی‌ها ندارند. در جریان این موضوع باشین. قانونی هست برای رشد و توسعه چیپست ها با نام قانون مور، و میگه که هر چند سال یه بار تعداد ترانزیستور های به کار رفته در چیپ ها 2 برابر میشه. اینتل برای اینه که بتونه روی این قانون باقی بمونه، این غول بزرگ تولید چیپست از نوع جدیدی از شیشه استفاده کرده تا بتونه به عنوان زیرساختار در چیپ هاش به کار ببره و همچنان پایبند به این قانون بمونه. این اناونس رو کی داشتن؟ اناونس رو به تازگی داشتن قبل از 1 هفته از کنفرانس سالانه‌شون و ارائه اخبار جدیدش نسبت به آخرین دستاوردهاشون. سال 1971 اولین میکرو پردازشگر
شرکت اینتل 2300 تا ترانزیستور داشته و امروزه بیش از 100 میلیارد ترانزیستور داخل هر چیپستش یا سی پی یو یا پردازندش به کار میبره. و دیروز ماجرای کریستیانو رونالدو حضورش در هتل اسپیناس پالاس و ازدحام شدیدی که طرفدارانش به وجود آوردن دوباره یه داستان جدید به وجود آورد تو سوشال مدیا. همه میگفتن که یعنی وقتی سوشال میگشتی طبق معمول دستبندی های مشخصی از بین افراد بود، مثل من افرادی که اصلا کاری به موضوع نداشتن، یه سری افراد حمایت میکردن از این موضوع، یه سری افراد حس خود تحقیری داشتن از این موضوع و یک سری افراد هم نگاه سوم شخص تر، نگاه دورتر و عاقلاً در سفیه تری نسبت به ماجرا داشتن و از آن داشتن که آقا این قضیه چیزی نیست که در جهان اتفاق نیفته، همه طرفدار قهرمانان خودشون هستن، میرن به دیدارشون، اما یه فرقی داره. این وسط مدیر مسئولان ایرانی انقدر بی عرضه بودن که برای این مردم تدابیری نچیدن، اصلا برایشون اهمیت نداشته، فکر نمیکردن یه نفر انقدر میتونه طرفدار داشته باشه، برای همین موجب ازدحام شده. این موضوع عجیب غریبی نیست. خب به هر حال ایران یک کشور جهان سومه با مسئولینی ناکارآمد و دولتی که خیلی سرپا نیست مسئولینش، اینش ناراحت کننده است دیگه. به هر حال یه واقعیتیه، نمیشه ازش گریزان بود. از سطح سواد رئیس جمهور نفر اول مملکت در دولت کنونی بگیرید تا وزیر وزراشو، اطلاعات و اخبارش خیلی زیاده و نمیخوام پروپاگاندا را بندازم، واقعیتیه که هست. و توی تمامی این نگاه ها، نگاه این که آقا خودمون رو تحقیق نکنیم، حرفشون قشنگه، همه جای دنیا عکساش هست، تازه تو کشور دیگه خیلی بیشتر میان سر سراغ رونالدو و ازدحام خیلی وحشتناک‌تر. اینی که مسئولین مدیریت نکردن، پلیس دستش کوتاه بوده، خب دیگه هست دیگه، ایران همین شکلی. همونطوری که ببینید هر اتفاقی میفته، کنسرتی میفته، کلن بی‌نظمی اتفاق میفته، ایرانه دیگه. خلاصه این بنده خودم بازی داره مثل این که با یکی از تیمای شمالی و بامزه است دیگه، مثلا میدونی؟ عجب خبر جالبی، خبر رونمایی از خودرو سوپر اسپورت تقلبی طالبان در قطر هم تقلبی بود. حالا ماجرا این شکلیه که من صفحه سازنده و طراح این خودرو رو دنبال میکنم، آقای محمد رضا احمدی، شخصی که در ایران تحصیل کردند و ساخت خودروشون توسط یک تیم 30 نفره در افغانستان توسط طراحان و مهندسان محترم افغان 5 سال طول کشیده و خودروی مادانوه رو خلق کردن. مادانوه همین تصویرش رو میبینید در کنار یکی از افراد طالبان، اینم خود آقای محمد رضا احمدی هستن. اخیراً یک ویدیوی منتشر کردن که موتور افغانستان به قطر رسید. ماجراش از این قرار بود که اینا خودشون فاندریزینگ کردن، پول جمع کردن، مردم حمایت کردن از سراسر دنیا تا این خودرو به نمایشگاه قطر برسه. حالا گجت نیوز میگه که آقا تصویری که از این خودرو به نمایش گذاشته شده تصویر بوگاتی شیرون بوده و این تقلبی این صحنه. نمیدونم، من طبق چیزی که از این صفحه دارم میبینم چیزی جز صداقت سعی نمیکنه انتقال بده. نام صفحهشون EN TOPCO هست، ENTOPCO، آقای محمد رضا احمدی که خیلی هم انسان محترمی هستن، بیان شیرینی دارند و فوق العاده اصالت کلامشون رو سعی میکنند رعایت بکنن. بر صورت کاری به دولت طالبانش ندارم، ولی ایشون به نوبه خودشون به نظر میاد نمیدونم، شاید گول سوشال مدیاست، ولی به نظر میاد که شخصی صادق و درست کار باشن. تحت هر شرایط من صفحهشون همیشه دنبال میکنم و اخبارشو به سمع و نظر گرامیتان خواهم رساند که ماجرا از چه قرار است. اثر نقاشی بابراس با قیمت 2.8 میلیون دلار فروخته شد. بابراس خدا بیامرزو که میشناختید دیگه، اصلا بحثی نداره ایشون. نخستین عکس‌های رسمی چانگان CS35 پلاس شاسی بلند وارداتی سایپا منتشر شد. تولید اکسیژن قابل تنفس در مریخ، ناسا بالاخره موفق شد. بالاخره. افزایش پاداش برنامه باگ بانتی اسنپ تا 150 میلیون تومان. تیم امنیت سایبری اسنپ گفته اگه بتونید اپلیکیشن ما رو آسیب پذیر بکنید جایزه بهتون میدیم. رهبر ویندوز و سرفیس از مایکروسافت جدا شد، به روز رسانی آمازون مقصد بعدی است. راز درخت شگفت انگیز 66 میلیون ساله در نهایت آشکار شد.
کاج وولمیا که تصور میشه و 2 میلیون سال پیش منقرض شده است، سال 1994 دوباره کشف شد. دانشمندان حالا ژنوم گیاه رو باز کردن و پی به راز عمر طولانیش بردن. قدرت نینتندو سویچ 2 مشابه پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس 1 خواهد بود. بررسی گلکسی واچ 6 روشنتر و سریعتر از همیشه. نه اصلا همچین چیزی نیست. روشنتر بودنش خیلی حائز اهمیت نیست. مهم کاراییه که هیچ فرقی با نسل قبلی نداره. پول بیشتر نده. مدیر عامل آنر آیفون 15 ناامید کننده است. نگاه آنر به آیفون خیلی جالبه. میگه که اصلا تو کسی نیستی. ما به زودی ازت رد میشیم. منتظریم این اتفاق بیفته. کارخانه بعدی تسلا در عربستان احداث می‌شود. به زودی ایلان ماسک تکذیب به روس رسانی ایلان ماسک تکذیب کرد. یه خبر دیگه دیروز تو توییتر دیدم که اردوغان از ایلان ماسک خواسته بود که بیاد یه دونه کمپانی تسلا در ترکیه بزنه. حتی خبر اگر تکذیب شده باشه، شایعه باشه، میخوام به این بپردازم که ترکیه به اون ترکیه بودنش انقدر داره مثبت رفتار میکنه در جهت پیشرفت کشورش. دو یه پست خیلی جالب زومید کار کرده، معرفی شخصیت های مورتال کمبت از اسکورپیون تا ساب زیرو. جالبه ببینیدش. عربستان یا ترکیه، کارخانه بعدی تسلا در کدام کشور تأسیس میشود؟ همین الان راجع بهش صحبت کردیم. جالب. iOS 17 منتشر شد. این پسر بچه فکر کنم خوشحال‌ترین آدم امروز بود که بالاخره تونست رونالدو رو ببینه در حالی که شوکه شده بود جلوی رونالدو مدل خودش شادی رو پس از گل رو انجام بده. عزیزم آه خدا شیرین خیلیه ها. تو این سنین خب آدم ها خیلی قهرمان پردازی میکنن. اونم کی مثلا رونالدو فوتبال قهرمان فوتبال رو ببینی. ای خدا عزیزم. حالا ببین این پسر بچه کیه چه پارتی داشته این تونسته رفته رونالدو رو دیده. مثلا کی همچین اقبالی داره میدونی؟ از من میپرسن که چرا هیچ وقت هیچ صرافی هیچ ارز دیجیتالی رو معرفی نمی کنی؟ چرا راجع به NFT حرف نمی زنی؟ به خاطر همچین کثافت بازاریه. اینی که تقلب توش زیاده، پول مردم بالا کشیدن زیاده. گوگل هست، خودتون برید تحقیق بکنید. از من راجع به سرمایه گذاری توی این داستان رو نشنوید. من مقصر ذره ای آگاهی بخشی توی ماجرا نباشم. خلافکارا و نمیدونم کلاهبرداراشو هر از گاهی تحت استوری معرفی میکنم، ولی من چیزی در این باره معرفی نمیکنم. انقدر کثافت بازار مملکت، از من نشنوید. تقویم روزگار برای iOS 17 به روز رسانی شد. مثل اینکه نمیدونم این چرا داره به من نشون میده. من اصلا همچین اپلیکیشن استفاده نکردم، ولی مثل این که مثلا اپ خوبیه به عنوان تقویم شمسی. یه جت جنگنده آمریکا خلبانش آتوپایلت میکنه، تو مانور نظامی بوده مثل این که بعد خلبان ایجکت میکنه خودشو، ولی این جت جنگنده به مسیر ادامه میده چون رو آتوپایلت بوده و الان پیداش نمیکنن. مگه رادار مادار ندارن اینا؟ ما به یه GPS ساده است بندازین داخل دستگاهتون. همچنان گزارشی هست ماهانه میاد در مورد سرعت اینترنت. کاهش سرعت اینترنت رو شاهد هستیم. خب دیگه بحثی توش نیست. اوه 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 دوستان، شاهد رحم مصنوعی هستید که داخلش یه دونه گوسفند داره پرورش پیدا میکنه و احتمال اینکه رحم مصنوعی انسان هم به وجود بیاد هست. بعد فکر کن ویدیوی تایم لپسش رو ببینی، از یک جوجه تبدیل بشه به یک بچه. خیلی خبر امروز به پایان رسید. ساعت 7:07 است. براتون آرزو سلامتی دارم. در مورد بحث رونالدو و رفتار مردم لطفاً تو بخش کامنت ها برام بنویسید که حستون به ماجرا چیه. آیا با من موافقید یا خیر؟ این که با مردم عادی رفتار کردن، کار خاصی نکردن. خب طرفدار فوتبالن دیگه و قشر به خصوصی هم طرفدار فوتبال رو عشق میکنن. قهرمانشون اومده. یعنی مهمترین فرد در سوشال مدیا تو ایرانه، پرطرفدارترین فرد جهان در سوشال مدیا تو ایرانه. شاید اینا ارزش خاصی نباشن برای یه سری افراد، ولی سیریوسلی آدم مهمیه. دوستتون دارم، روز خوبی داشته باشین.